سابیلیک، قبل از اینکه بنویسید چرا این شکلی شدی، باید بگم که مهمونی تم دهنشستی بودیم، بعد مجبور شدم سیبیل بذارم. رفقا چطورید؟ امروز میخوایم دوباره بریم سراغ سریال بلک میرور. دو تا قسمتاش، یعنی فصل 4 قسمت 5 و فصل 5 قسمت 1 رو ببینیم. همونطوری که گفتم هر قسمت این سریال یک فیلم جداگانه است، نیازی نیست قدیمیاشو ببینید، ولی اگه دوست داشتید میتونید از این بالا وارد پلی لیستش بشید. این دو قسمت هم فوق العاده معناگران که آخر هر قسمت در موردش صحبت میکنیم. قسمت اولی که میبینیم اسمش متال هد یا کله آهنیه. بریم با هم ببینیمش. حواستون باشه اسمو کامل صحنه خشنش هم باشه. ما شروع فیلم دنیایی رو میبینیم که تقریبا به پایان رسیده. سه نفر توی ماشینن و دارن به خرابه های شهر نگاه میکنن. هیچ اثری از موجودات زنده دیگه نیست و انگار خیلی هم وحشت تو چشم این سه نفره. به طوری که مشخصه یه تکنولوژی اومده که دنیا رو به فنا داده و این تکنولوژی شامل یه رباته که به شکل سگه. از اینکه کی ساختنش و چجوری ساخته شده هم اطلاعی نداریم و فقط میدونیم که این سگ یه هدف واحد داره، اینکه دنبال آدم ها بیفته و به محض دیدنشون اونا رو از بین ببره. صدها مورد از این ربات هم توی شهر پراکنده است و خب مشخص که جون همه آدم ها تو خطر و تا الان هم میلیون ها نفر از بین رفتن. خلاصه که توی این دنیای آخر از زمانی سه نفری که توی ماشینن، یعنی بلا و دوتا مرد دیگه، دارن میرن تا از یه انبار یه بسته خیلی مهم رو بردارن که نمیدونیم هنوز داخلش چیه. به نزدیکی انبار میرسن و از ماشین پیاده میشن. یه نکته هم بگم که این ربات هایی که شبیه سگند خیلی آروم حرکت میکنن، یعنی غیر ممکنه که بتونید بفهمید که نزدیکتون شدن و فقط یه رفعه از بین میرید. خلاصه که بلا و یکی از مردا داخل انبار میشن و یکی دیگه شون هم میمونه که یه ماشین دیگر رو روشن کنه تا بتونن با اون فرار کنن. به بسته مورد نظرشون هم میرسن، اما همین که مرد برش میداره میفهمه یه سگ پشتش کمین کرده و انگاری همه اینا یه تله بوده. دستگاهی از ربات به هوا پرت میشه و به محض ترکیدنش صدها ترکش به اطراف میره، ترکشایی که هر کدومشون یه چیپست برای ردیابی افرادن و خب وارد بدن بلا و این مردم میشه. قبل اینکه بتونن به خودشون بیان، ربات با شلیک اسلحه ای مرد رو از بین میبره و بلا با وحشت نگاهش میکنه و در آخر پا به فرار میذاره. سوار ماشینشون میشه و گاز میده و مردی هم که یه وند دزدیده بود اونم دنبالش راه میفته، اما خب سگم دنبالشونه و میپره داخل وند. بعد هم میره سمت راننده و یه رفعه اسلحه‌اش رو در میاره و قبل اینکه بتونه اون کاری انجام بده به سرش شلیک میکنه. سریع هم میپره بیرون و دنبال بلا راه میفته، ولی بلا یه فاصله بینشون افتاده و موفق میشه که ماشین رو از یه دره پرت کنه پایین. خودش هم میزنه به دل جنگل و به محض اینکه میفهمه جاش امنه چاقوی در میاره و ترکشی که به پاش رفته بود برای ردیابی استفاده میشد و از خودش خارج میکنه. حالا بیسیمی در میاره و انگار برای افراد بازمونده یه پیغام میذاره، پیغامی که توی اون میگه چقدر دوستشون داشته، به خانواده سلام میرسونه و میگه که مراقب خودتون باشید و من تا آخرین نفس براتون جنگیدم. همینجاست که میبینه ربات هنوز دنبالش و انگاری جاشو پیدا کرده، برای همینم میزنه به دل جنگل و به محض اینکه یه درخت بلند میبینه ازش بالا میره. خب ربات هم میاد اینجا و پیداش میکنه، اما به خاطر اینکه از ماشین پریده بود بیرون یکی از دستاشو از دست داده و حالا نمیتونه از درخت بره بالا. بلا هم شروع میکنه مسخره کردنش و هی بهش تیکه میندازه و خب ربات هم که میبینه کاری از دستش برنمیاد همون پایین میمونه. این بار انقدر میخواد بشینه تا بلا بیاد پایین و یه دفعه بهش حمله کنه، بعدم برای اینکه باتریش تموم نشه خودش خاموش میکنه و میخوابه. از اون طرفم بلا برای اینکه شارژ این سگو زودتر تموم بکنه هی بهش آشغال پرت میکنه تا بیدار شه و بالاخره موفق میشه، چون باتریش انگاری تموم میشه و دیگه هیچ پاسخی به پرتاب سنگ ها نمیده. یه نکته دیگه هم در مورد این ربات اینه که وقتی باتریشون تموم شه و اگه هوا تاریک باشه باید تا روشن شدن هوا و نور خورشید صبر کنن، با نور خورشید کلا شارژ میشن. بلا هم همین فرصت استفاده میکنه و بعد پایین اومدن از درخت به سمت خونه که اون نزدیکی میبینه حرکت میکنه، میره داخل و به محض اینکه میره بالا حالش به هم میریزه. میبینه که یه زن و شوهر روی تخت دراز کشیدن، یه اسلحه تو دستشونه و انگار کار خودشونو تموم کردن تا تو این دنیای آخر از زمانی نخواد فرار بکنن. بلا هم سویچ ماشین این زن و شوهر رو برمیداره، اسلحه‌شون هم به دست میگیره و میخواد در بره که متوجه میشه یکی دیگه از ربات‌ها پیداش کرد. شاید هم همون ربات قبلیه که خودش رو به خواب زده بود و هنوز شارژ داشته. به هر حال میاد داخل، از توی آشپزخونه یه چاقو رو خودش وصل میکنه و بعد اینکه مطمئن میشه دستگاهش کار میکنه دنبال بلا راه میفته. بلا هم یه گوشه پناه گرفته و به محض اینکه ربات میاد یه قوطی رنگ از قبل به دست گرفته رو سمتش پرت میکنه. این قوطی رنگ روی چشمای سنسوری ربات میریزه و خب دیگه نمیتونه جایی رو ببینه.
بلا هم قوطی رنگ و پرت میکنه به سمت دیوار و ربات فکر میکنه بلا و میره سمتش. دخترم همین فرصت استفاده میکنه و از خونه خارج میشه. سری میدوه سمت ماشینی که سویچش دزدیده بود ولی هرچی استارت میزنه ماشین روشن نمیشه. دیگه این زن اعصابش خیلی به هم ریخته و انگاری ناامیدی کل وجودش رو گرفته و میزنه زیر گریه. بعد اینکه به خودش میاد فکر به سرش میزنه. رادیو ماشین رو با آخرین ولوم روشن میکنه و یه گوشه پناه میگیره. رباتی که رنگ روش ریخته بود میاد دم در و خب اول اسپیکرهای ماشین رو از کار میندازه. بلا که عقب کمین کرده با اسلحه سمتش شلیک میکنه. اما خب ربات خیلی سریعتر از این حرفاست و یه رفعه با چاقو بهش ضربه میزنه. بلا یه شلیک دیگه میکنه و این بار ربات از بین میبره. منتها یه سنسور دیگه هم توی این ربات ها هست. وقتی که از بین میرن یه بمب دیگه که پر از ردیابه خودش فعال میکنه که خب این بار کلی از ترکشاش به بدن بلا وارد میشه. دختر برمیگرده داخل خونه، میره توی دستشویی و جلوی آینه وامیسته. صورت خودش رو میبینه که پر از ردیابه و چاقوی رو برمیداره تا خارجشون کنه که یه رفعه نگاهش به یکی دیگه از ردیابا میفته که دقیقاً به شاهرگ گردنش وارد شده. خب این یعنی هیچ راهی برای خارج کردن این یکی وجود نداره. دیگه ناامیدی کل زندگیشو میگیره. بیسمشو در میاره و یه پیغام دیگه ضبط میکنه. پیغام که توی اون میگه من همه سعیمو کردم ولی نتونستم اون جعبه رو برگردونم و ببخشید. برای ضبط کردن این پیغام چاقو رو روی گردن خودش میذاره و در حالی که دوربین اونجا دور میشه میبینیم که کارشو تموم میکنه. در همین لحظه هم میبینیم که ده ها ربات دیگه به خاطر ردیاب‌ها دارن وارد این خونه میشن و اومدن سراغ بلا. سکانس آخر فیلم میریم به همون انباری که اول بهش رفته بودن. میبینیم که اون جعبه افتاده روی زمین و پر از عروسک های خرس. عروسک هایی که انگار این سه نفر میخواستن برای خانواده خودشون ببرن، بلکه بچه ها توی این دنیای آخر از زمانی یه کرسی امیدی داشته باشن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. متال هد یکی از به نظرم بهترین قسمت های بلک میروره، مخصوصا به خاطر طراحی اون شخصیت بدش. خیلی خفنه که یه ربات با این شکل طراحی شده، هیچ صدایی نداره، المان های ترس توش فوق العاده بالا هن، سلاح های مختلفی داره که میتونه برای دفاع خودش استفاده بکنه و حتی بعد از اینکه از بین ببریش هم باز مکانیزم دفاعی خودش از بین نمیره. خلاصه که به نظرم یکی از طراحی های خیلی خفن توی این قسمت شاهد بودیم و واقعا هم وحشتناکه که بدونی همچین کسی دنبالت افتاده و هیچ راهی برای فرارم نداره، چون هر جوری که هست پیدات میکنه. میدونیم که بلک میرور هر قسمتش میخواد از نفوذ تکنولوژی و تاثیرش توی زندگی روزمره انسان ها صحبت بکنه. توی این قسمت هم همین اتفاق میفته. متال هد یا کله آهنی اسم همون رباتی هستش که میبینیم و خب یه نمادی از اینه که تکنولوژی چجوری زندگی آدم ها رو میتونه به آخر از زمان بکشونه و خیلی قشنگ میاد اشاره میکنه که ما سه نفر رو داشتیم برای اینکه نسل آینده رو نجات بدن میخواستن اسباب بازی براشون ببرن، اسباب بازی هایی ببرن که دیگه نیاز نباشه بچه بره توی اینترنت با تکنولوژی بخواد زندگیشو بگذرونه. میخواستن براشون عروسک ببرن و توی راه این عروسک مجبور بودن با تکنولوژی بجنگن که در آخر هم شکست خوردن. هر کدوم اینا که ترکش وارد بدنشون میشد انگاری که یه جوری تو دام تکنولوژی میافتادن. حالا شاید وارد دنیای مجازی بشن، به هر حال یه جوری تسلیم این تکنولوژی میشن و جونشون از بین میره. کسی هم که تا آخرین نفس جنگی تموم بلا بود که در آخر اونم گرفتارش شد و خیلی خفن اینو به نمایش میذاره که یک آخر از زمان به خاطر تکنولوژی چقدر میتونه وحشتناک باشه. خوشحال میشم نظرتون در موردش بنویسید. بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی فصل 5 قسمت اول، استرایکینگ وایپرز. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی دنی و کنار دوست دخترش تیو میبینیم. این دو نفر خیلی زندگی خوبی دارن و هم دیگه هم راضی هن و میبینیم که دنی در حال حاضر با هم اتاقش یعنی کارل زندگی میکنه. همش هم در حال بازی کامپیوتری هن که یه بازی معروف به اسم استرایکینگ وایپرز، کاملا شبیه هم مورتال کمبتی که هممون میشناسیم. خلاصه که حتی امشب وقتی که تئوم بیا تو اتاق بخوابیم، دنی بهش میگه بذار یکم دیگه بازی کنم و بازیو انگاری به دوست دخترش ترجیح میده. با این حال رابطهشون خیلی خوبه، با هم دیگه به بار میرن، حتی اونجا رابطه دارن و میریم به 11 سال بعد. حالا این دو نفر با هم ازدواج کردن و روز تولد دنیه. زندگیشون خیلی خوب شده، خونه بزرگ دارن، کار دنی خوبه و خلاصه همه چیز انگاری به روال داره پیش میره. اما رابطهش با تئو یکم به هم ریخته است. اون دوست قدیمیش یعنی کارلم به تولدش اومده و بهش یه هدیه میده. هدیه‌ای که همون بازی استراکینگ وایپرز قدیمی ولی ورژن جدیدشه و با استفاده از واقعیت مجازی طوریه که بازیکن ها میتونن قشنگ برن توی بازی. این هم میفهمیم که دنی زانوش آسیب دیده و خب کلن خیلی وقت به بدن خودش نمیرسه. سردی رابطه تئو
شدنی هم حتی شب بعد تولد کاملا مشخصه. کلا ما هم دیگه سرد شدن. مشخصه دنی آدمهای دیگر رو زیر نظر میگیره و خیلی هیزبازی هم در میاره. ولی شبایی که قراره با تئو بخوابن همش بهونه میاره که خستم، حوصله ندارم، یا اگرم قراره این کارو انجام بدن ته برنامه ریزی یه برنامه تو گوشیشونه، اونم صرفا برای بچه دار شدن. بعد رابطهشون دنی خوابش نمیبره. میره یکم بازی کنه که بازی حوصله سر بره و تصمیم میگیره چیزی که امرو کال هرگی داده بود رو امتحان بکنه. بهش یه زنگ میزنه و میبینون کالم کنار دوست دخترش دراز کشیده ولی خوابش نبرده. سری میاد پر پلی استیشن و دستگاه رو وصل میکنه تا با هم آنلاین بازی کنن. وقتی وارد این دنیای مجازی میشه دنی خیلی ذوق میکنه، چون دیگه پاش مثل قبل آسیب ندیده و میتونه مثل شخصیت‌های کامپیوتری کاملا هر حرکتی دوست داره رو انجام بده. شخصیتایی که همیشه قبلا انتخاب میکردن هم برمیدارن. دنی یه مرد ژاپنی رو انتخاب میکنه و کالم یه دختری به اسم روکست. یه مبارزه عالی شکل میگیره و خیلی خوشحالن چون حرکتاشون خیلی باحال و دارن ذوق میکنن و یه دفعه وسط یکی از فنا روبروی همدیگه قرار میگیرن و کال خم میشه و دنی رو میبوسه. اونم با تمایل این کارو ادامه میده ولی یه دفعه به خودشون میان و سری دستگاه و از سرشون خارج میکنن و میرن بخوابن. روز بعدی سردرگمن و نمیدونن چرا این کارو انجام دادن. اینم اشاره بکنم که دنی و تئو یه پسرم در حال حاضر دارن. خلاصه که باز شب میشه و هم دنی هم کال حوصله‌شون باز سر رفته. پای دستگاه میشینن و بدون اینکه حرفی از قضیه بزنن با هم دیگه صحبت میکنن و دوباره آنلاین میشن. این بار بدون اینکه مبارزه شکل بگیره یه رفیق شروع به بوسیدن هم میکنن و حتی یه رابطه بینشون شکل میگیره. این در حالیه که همسر دنی و همون تئو به یه بار رفته و وقتی که میخواد سوار تاکسی شه تا برگرده خونه نگاهش به زوجهای دیگه میفته و انگار خیلی بهشون حسودی میکنه. کاملا مشخصه که همسرش اصلا بهش توجهی نداره. از اون طرف هم دنی پسرش بیدار میشه و خب مجبور میشه از بازی بیاد بیرون، اما قبل خواب به کار یه پیام میده و معذرت میخواد که زود از بازی رفته بیرون. انگاری کاملا داره یه رابطه عاشقانه بینشون شکل میگیره. از این روز بازی که انجام میدن میشه برنامه هر روزشون و تقریبا چند ماه این کارو انجام میدن. از اون طرف هم کال با دوست دخترش هم دنی و تئو بینشون فاصله زیادی افتاده. هر باری که تئو میره سمت دنی تا باهاش رابطه داشته باشه دنی میگه خستم، حوصله ندارم و هی بهونه میاره، چیزی که واقعا داره تئو رو هم اذیت میکنه. حتی هر باری که میره دستشویی بدن خودش رو نگاه میکنه و حس میکنه یه ایرادی داره که همسرش دیگه بهش تمایلی نداره. یه شب دیگه هم که دنی و کال دارن بازی میکنن، قبل اینکه رابطه‌ای داشته باشن با هم شروع به صحبت کردن و انگار دیگه واقعا به هم اعتراف میکنن که عاشق همدیگه شدن و اصلا نمیتونن دنیای واقعی این حس رو تجربه کننش. یه روز که دنی سر کار همسرش بهش پیام میده که باید بریم رستوران با هم صحبت بکنیم. سر قرارشون میرسن و تئو شروع به صحبت میکنه. میگه یه مدت حتی بهم دست نمیزنی. میدونم که من دیگه مثل قبل جوون نیستم ولی حداقل باید یکم بهم توجه داشته باشی. دنی هم میگه نه اصلا به خاطر این حرفا نیست، ولی خب تئو باور نداره و در نهایت هم میگه رابطه ما باید توش تعهد باشه. اگه حتی با کس دیگه هستی یا داری بهم خیانت میکنی هم بهم بگو. درسته که زیر تعهدت زدی، ولی این صداقت خیلی برام مهمتره و میتونیم باز زندگیمون رو درست بکنیم. دنی هم میگه نه به خدا هیچ کلوم اینا نیست و قول میده که ترتیب همه چیز رو بده. شب میشه و میبینیم که کال با دوست دخترش میخواد رابطه برقرار کنه، ولی خب نمیتونه. انگار دیگه فقط توی بازیه که میتونه خودش رو اشباه بکنه. دنی هم پای پلی استیشنه که میبینه کال آنلاین میشه. خب این باری تصمیم مهم میگیره. دستگاه واقعیت مجازی و سی دی استراکینگ وایپرز رو برمی‌داره و تو جعبه میذاره و دیگه تصمیم میگیره که هیچ وقت سراغش نره. روز بعد کال نگران شده و تصمیم میگیره به دنی زنگ بزنه، اما دنی اصلا هیچ حرفی باش نداره، حتی جواب تلفنش هم نمیده. مدتی میگذره، زندگی دنی و تئو به روال عادی برگشته و حتی الان تئو بار داره. دوباره تولد دنی رسیده. تئو بهش میگه دوستت کارل رو دعوت کردم که شام بیاد اینجا و دنی خیلی جا میخوره. انگاری بعد یک سال اولین بار میخوام با هم دیگه دوباره صحبت بکنم. سر میز شام نشستن و وقتی که تئو از اونجا میره، دنی به کارل میگه باید همین الان از خونمون بری. کارل هم میگه چیه این رفتارا، چیه که نشون میدی؟ ما داشتیم بازی میکردیم، بینمون چیز خاصی نبودش. یه جوری رفتار نکن انگار دوست دختر قبلیتم. ولی خب دنی میگه که نه اصلا بودن تو اینجا برای من عجیبه. کارل میگه اما اون چیزی که توی بازی تجربه میکردیم خیلی فرق داشت. من برای تو با صدها نفرم بازی انجام دارم ولی هیچکی شبیه تو نمیشه. برای همینم هم حس میکنم چیزی که بینمونه خیلی واقعیه. اگه تو هم دلت برای اون قضیه تنگ شده، فقط برای بار آخر امشب 12 شب آنلاین شو. آخر شب رسیده. دنی دوباره آنلاین میشه و همین که میرن توی بازی با کارل شروع به رابطه میکنن. تموم که میشه کارل تو قالب همون دختره یا راکست به دنی میگه که من واقعا عاشقتم. الانم دیگه مطمئنم که به خاطر بازی نیست، توی دنیای واقعی هم باید با هم دیگه باشیم. دنی میگه که نیم ساعت دیگه یه جایی قرار بذاریم و همون ببینیم. میبینیم که سکانس بعد به همون مکان میرن و وقتی رو به روی همون دنی میگه که باید همدیگه رو ببوسیم. اگه ببینیم حس واقعیه که هیچی، ولی اگه نبود میفهمیم که فقط اون بازیه که آدم رو به این روز میندازه.
همین کارم انجام میدن و دنی میگه من چی حس نکردم. کارلم با لبخند میگه منم واقعا هیچ حس خاصی به تو ندارم. با هم دست میدن و دنی میگه پس دیگه همه چیز تمامه، نباید اصلا در موردش صحبتی بکنیم. اما کارل میگه اون بازی فرق داره، اون بازی واقعا ته لذت و خیلی با دنیای واقعی متفاوته، نباید ازش دل بکنیم. هر دو با هم مخالفت میکنن و دعوای بینشون شکل میگیره و شروع به کتک زدن هم دیگه میکنن. به حدی که میافتن زندان و میبینیم که سکانس بعد تئو میاد و دنی رو از زندان بیرون میکشه. توی ماشین ازش میپرسه که چرا با هم صحبت نمیکنی؟ بین تو و کارل چه اتفاقی افتاده که با هم دیگه دعوا کردی؟ چرا دوباره داری ازم فاصله میگیری و خواهش میکنم حرف بزن؟ انقدر اصرار میکنه که انگاری دنی هم به حرف میاد. سکانس بعد میریم به یک سال دیگه. باز تولد دنیه. منتها این بار همه چیز فرق داره. بعد رفتن مهمونا دنی و تئو میرن روبروی هم دیگه. به هم دیگه یک کادو میدن. کادوی تئو به دنی همون بازی استراکینگ وایپرز و دستگاه واقعیت مجازیه. کادویی هم که دنی به تئو میده یه جعبه است که برای حلقه ازدواجه. حالا میفهمیم که اینا با هم یه قراری گذاشتن. هر سال روز تولد دنی تئو به اون اجازه میده که دوباره بره تو واقعیت مجازی و با دوستش کارل هر کاری که دوست داره انجام بده. از اون طرف خود تئو هم حلقه ازدواج تو جعبه‌ای که از دنی میگیره قرار میده و میره بیرون تا تو واقعیت با هر کسی که خواست بتونه رابطه داشته باشه. البته که مشخص نیست این قضیه فقط روز تولده یا اینکه هر ماه روز 14ام اتفاق میفته، چون فقط روی تقویم میبینیم که دور 14ام خط کشیدن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این قسمت به نظرم یکی از عجیب ترین و تقریبا میشه گفت جنسی ترین قسمت های بلک میرور حساب میشه، ولی در قبال این صحنه هایی که داره خیلی حرف مهمی رو میخواد بزنه. میخواد ما نشون بده که تکنولوژی چطوری میتونه بین یه زوج فاصله بندازه و چه زندگی هایی رو میتونه به فنا بده. حتی اون سکانس آخر نمادینش که میان دنی و تئو با هم دیگه هدیه میدن خیلی جالبه، که انگاری دنی تصمیم میگیره که من میخوام زندگیمو توی دنیای مجازی بگذرونم، در قبالش هم به تو اجازه میدم که بری دنیای بیرون هر کاری دوست داری انجام بدی. اصلا دیگه چیزی به اسم حالا عشق و رابطه و غیرت و حسادت و این چیزها هیچ معنی دیگه توی رابطه‌مون نداره. به نظرم خیلی قشنگ اون صحنه نمادین هدیه دادن میتونه اینو به ما برسونه. ما از اول تا آخرش داریم کسی رو میبینیم که رفته رفته خودشو توی این واقعیت مجازی داره غرق میکنه، به خاطر اینکه خوشحالی خودشو داره اونجا میبینه و میفهمیم که در آخرش اصلا بحث به رابطه داشتن نیستش. اون لحظه ای که دنی و کارل روبروی هم قرار میگیرن، همون میبوسن و میگن که آقا ما اصلا حسی بینمون نیست، همین لحظه ما میفهمونه قرار نیستش که به ما بگه که ممکنه عشق بین دو تا رفیق توی دنیای مجازی پیدا شه. اصلا از این حرفی نمیزنه، میخواد از این صحبت بکنه که هر چقدر هم حالا عشق دنیای بیرون باشه، هر چقدر هم زندگیت اینور خوب باشه، باز تو ممکنه که به خاطر پیدا کردن اون خوشحالی اون هپینس وارد دنیای مجازی بشی، چون اونجا چیزهایی رو بهت میده که نمیتونی اینجا داشته باشیشون و همینشه که به نظرم آدم رو به اونجا میکشونه و غرق میکنتش. خیلی خفنه که بارها دنی فرصت داره تا همه چیز رو تموم بکنه. بارها براش مهلت پیش میاد که از دنیای دل بکنه، بیاد دنیای واقعی. زندگیش داره کم کم تو روال میفته. همسرش باز باردار شده. ولی در نهایت باز برمیگره سمت همون. به خاطر اینکه یه چیزی رو اونجا تجربه کرده که انگاری نمیتونه اینور پیدا بکنتش. و اصلا بحث رابطه داشتن نیست. بحث همون آزادی است. بحث همون خوشحالی است. به نظر من این ترسناک‌ترین لطمه یه که سوشیال مدیا یا حالا واقعیت مجازی، تکنولوژی، هر چیزی میتونه به زندگی انسان‌ها بزنه. لطمه ای که اصلا نمیشه جلوش گرفت. ببین شما هر چقدر هم زندگیت اینجا خوب باشه، وقتی که وارد اون دنیای مجازی میشی، چیزهایی رو داری که اینجا نداری. یه قدرت ماوراءطبیعی میتونی داشته باشی. میتونی مثلا اینجا شب پراید سوار میشی، بری تو جی تی ای 10 تا لامبورگینی بخری. اینجا ممکنه که دارای معلولیت باشی، نتونی راه بری. وقتی اون عینک واقعیت مجازی رو میزنی، یادت باشه که میتونه با نهایت سرعت بدوه. و همین ها میتونه چیزهایی رو به تو بده که اینجا نداریشون. هر چقدر هم که تلاش بکنی ممکنه به دست نیاری. تکنولوژی از همین در میتونه وارد بشه، تو رو بکشه تو خودش و در نهایت چیزهایی که الان داری هم ازت بگیره. در نهایت میشه همون آدمی که معلولیت داشت و حالا تمام زندگی، دارایی، هر چیزی که داشته رو هم خرج اون واقعیت مجازی خودش کرده. میتونی بشه همون آدمی که حالا پرایدش هم فروخته تا بتونه برای جی تی ایش بیشتر وقت بذاره، بتونه برای اون پول بخره چیزهای قشنگتری رو بگیره. و در نهایت تو غرق اون شدی، تو تسلیم اون شدی و دیگه از دنیای واقعیت هیچ چیزی برات نمیمونه. خلاصه که به نظرم این دوتا از بهترین قسمت‌های سریال بلک میرورن و کلن این سریال میترکونه. یعنی هر قسمتیش که بخوام بذارم میتونم راجبش ساعت‌ها صحبت بکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.